شب گذشته مردم در سراسر ایران در شادی برای شکست مفتزهانه خامنه‌ای به پا خواستند و به سر دادن شعارهای ضد حکومتی پرداختند. این در حالی بود که ستاد آخوند روحانی در تهران و شهرستان‌ها رسما علیه تجمعات موضع گرفت و از مردم خواست از هر گونه اقدامی که موجب سوء استفاده بدخواهان می‌شود پرهیز کنند. در همین حال هموطنی از تهران در تماسی به سیمای آزادی از اشتیاق مردم برای سرنگونی خامنه‌ای خبر داد و گفت: بله، من الان دارم میرم وسط جمعیت، اینجا خیلی شلوغه، همه دارن بوق میزنن. من الان سمت نیاورانم که داریم، ایران دیگه داره آزاد میشه، خامنه‌ای داره میره رو هوا. شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد از شعارهای ثابت تظاهرات مردم در تهران و شهرستان‌ها بود. هموطنان نیز با شعار بهار آزادی جای ندا خالیه بر پیمان خود برای ادامه راه شهیدان قیام 88 تاکید کردند. گروه های دیگری از جوانان به خواندن ترانه های مردمی سال 88 پرداختند. گزارش از میدان فاطمی تهران. بنا به گزارش‌های رسیده در تمامی خیابان‌های مرکزی، غربی، شمالی و شرقی تهران مردم به تظاهرات درخواسته بودند و رانندگان با به صدا درآوردن بوق خودرو با تظاهر کنندگان همبستگی می‌کردند. هموطنی در مورد فضای مردم گفت: والا شلوغ بود دیگه. من مسیری که خودم اومدم خونه از تجریش تا به قول معروف ولیعصر اومدم تا سر اتوبان نیایش کلا بسته، ورودی‌های سعادت آباد، کرج‌بر و همینا داشتن می آمدم، همه شلوغ و بیابند. من میگم بیشتر به قول معروف این فشار واقعا جامعه دیگه که میان خودشون یه جوری تخلیه کنن دیگه، این شادی ها دیگه. یه سری جا من مثلا میگم سنیدم زندانی سیاسی آزاد باید گردن. در تبریز هم جوانان به خیابان ها ریختن و به سر دادن شعار و خواندن ترانه های مردمی پرداختن. همچنین در مشهد تظاهرات های بزرگی با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد برپا شد. در عراق مردم در خیابان مرکزی شهر ریختن و به سر دادن شعار پرداختند. در شیراز نیروی سرکوبگر انتظامی در وحشت از اوجگیری اعتراضات مردمی و تبدیل جشن به قیام خیابان های اصلی شهر را قرق کرده بود. با این همه جوانان در بولوار موسوم به چمران در شیراز فریادهای اعتراضی خود را بلند کردند. در کرج مردم دلیر این شهر به خیابان‌ها ریختند و با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم آخوندی را به مبارزه طلبیدند. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. مردم کرج همچنین با سر دادن شعارهای نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، دخالت‌های ضد مردمی خامنه‌ای در کشورهای منطقه به بهای فرق و فاقه مردم ایران و سرکوب و کشتار مردم منطقه را محکوم کردند.